ببینید، اولا که ما اینجا یه شرکتی داریم به اسم آسان پرداخت، مدیر عامل جدیدش آقای محمد رضا اسکندریون هستش. این یه اپ پرداختی که خب همه شما میشناسیدش. یکی از روش ها، ما هزاران بار توی هزار مدل لایو استریم و کانال و اینا توضیح دادیم شیوه پرداخت شبکه قمار رو در مورد صحبت کردیم. الان این سایت تتلوه، سایتش دارید میبینید شارژ داره، شارژ درگاه مستقیم داره، اینا شارژ کارت به کارت دارن. ولی چجوری کارت به کارت انجام میدن؟ یعنی یه شبکه غیر قانونی از خارج از کشور چجوری کارت به کارت داخل کشور انجام میده؟ این با کمک همین شرکت های فینتکی که دارید میبینید. یعنی اینا یه اپ پرداخت دارن، اپ سر و تهش بازه، یکی میتونه این اپ رو بیاد ریورس کنه، لینکاشو پیدا کنه، ای پی آیشو، و خودش یه دونه اپ بنویسه، خودش رو به عنوان یک کلاینت به این اپ معرفی کنه، توش پرداخت رو انجام بده و این اپ هم صداش در نیاد. الان دارید میبینید پرداخت انجام شده، این کد مخصوص اپلیکیشن آپ است. جهت اف سنتنت یه توی توضیح هم میده که بگه آقا من رفع مسئولیت میکنه از خودش، یعنی آپ صرفا با این کد و اون توضیح اختیاری هم که شما دارید میده، این کد رو به هیچ وجه در اختیار شخص و برنامه دیگر قرار ندهید، از خودش سلب مسئولیت میکنه. ولی همین شرکت که از خودش سلب مسئولیت میکنه، ما رفتیم در آوردیم که به یکی از هم، یعنی این بخشی که شما الان دارید ببینید پرداخت شرکت آب، تیم فرشید همیشاقی یک به عنوان یکی از تیم هایی که داره رو شرکت پرداخت کار میکنه، چون شما بازوی مالی برای اینا خیلی مهمه، یعنی اگه بازوی مالی اینا رو آقایون در شبکه ناظر و نمیدونم آقایونی که ادعا میکنن، اگر بازوی مالی رو بتونن قطع کنن، پویان مختاری از گشنگی تو ترکیه میمیره. حالا نه پویان مختاری چون منز کافی در آورده، ولی بقیه‌شون از گشنگی میمیرن. این بازوی مالی چجوری جمع میشه؟ با جمع شدن اینا، با مسئول کردن این شرکت ها. ببین این شرکت ها ملت مسئولیت پذیری ندارن. یعنی چی؟ یعنی شرکت اینقدر تو کشور بزرگ شده که هیچ کس اصلا نمیتونه بره بهش بگه آی آب مثلا تو این کار رو بکنی. بانک مرکزی که خوابه، از خواب بیدار نمیشه، اگر هم بخواد یه چیزی بگه میاد یه اردی میده، و این ارده رو چطوری اینا حل و فصلش میکنن؟ با همین یه خطی که دارید میبینید، به هیچ وجه اینو به کسی ندی ها. همین، این دیگه این رفع مسئولیت میشه از آب. یه لایو استریم جدا داشتیم در مورد اینکه چطوری این شرکت ها میتونن تراکنش ها این مدلی رو تشخیص بدن. یعنی ما تشخیص تقلب رو نداریم رو شبکه بانکی. چرا نداریم؟ هزار بار گفتم، هزار بار دیگه هم میگم، دلیلش خیلی ساده و واضحه، به خاطر پول. الان همین دوستمون اومد بالا توضیح داد، دیدید دیگه اینا یه سری از اتفاقاتی که تو تمام دنیا تو شبکه بانکی میفته رو حذف میکنن فقط به خاطر اینکه پول بیشتر در بیارن. یعنی کاسبن، کاسبیان که حرام و حلال هم حالیشون نیست. حرام و حلال به اسم اسلامی نه، جنرالی نگاه کنید به موضوع. پول سیاه و سفید براشون فرقی نمیکنه. اینا کاسبه. هر یه دونه از این تراکنشایی که دارید میبینید برای شرکت آب لازمه. براش فرقی نمیکنه. شما دیدید دیگه، دوستمون میگه رفتن ست کردن که اون پرداخته شماره موبایل شماره کارت یکی باشه، دیدن مشتریاشون کم شد، حذفش کردن. به همین راحتی. و مگه داریم ما یه همچین کشوری؟ مگه داریم یه همچین بانک مرکزی اینقدر بیورزه؟ بانک مرکزی یه حرفی میزنه باید پاش وایسه دیگه، بعد نظارت کنه که همه هم این اتفاق رو انجام بدن. الان آب اینا سرور گذاشته بودن داخل کشور، یعنی آقای فرشید همیشتاقی تیمش سرور گذاشته بود داخل کشور، سرورهای داخل کشور عملیات پرداخت رو هندل میکنن. شما تصور کن اینا از ترکیه سرور داخل کشور دارن، آدم دارن میره سرور میذاره، ستاپ میکنه، بعد آدم فنی دارن، قشنگ بیزنس دارن برای خودشون، یه بیزنس چند صد میلیونی دارن. و بعد هم اینا وصل میشن به کارت به کارت آب، و آب هم میدونه، یعنی پیدا کردنشون که کار سختی نیستش که. سرور چجوری من از آمریکا میتونم این سرور رو پیدا کنم؟ آب نمیتونه پیدا کنه. بس این بهانه است، اینا بهانه است. آب به راحتی میتونه اینا رو پیدا کنه. ما توی یه برنامه، توی یه دونه سلسله بررسی هایی چند تا از این سرورها لیست کردیم، پروسش هم توی کانال گذاشتیم که چطوری به این نتیجه رسیدیم که ایناست. بذارید من لیستی رو اینجا نشونتون بدم. مثلا یه نمونه است، میبینید
راه نوین پرداخت، ای پی، لیست آی پی ها. ما این آی پی ها رو در آوردیم. بعد از اینکه ما این آی پی ها رو توی کانال اعلام کردیم، گویا دادستانی رفته بود و این سرورها رو گرفته بودنش. خب سوال اینه که دادستانی خودش قبلش نمیتونست این کارو بکنه، یا دادستانی نمیتونه فشار بیاره مثلا به شرکتی مثل شرکت پرداخت کشور؟ کشور چند تا شرکت پرداخت داره؟ اگر یه شرکت پرداخت اینقدر بی‌مسئولیتی، خب مجوزش رو ازش نمیگیرید. بحث اینه که چرا این برخورده برخورده سفت و سختی نیست؟ چرا باید من بشینم آی پی برای شما در بیارم که شما برید ببینید؟ مثال میزنم ها، یه آدمی خارج از اون سیستم، ما میتونیم اخطار بدیم بگیم یه همچیزی هست، ولی اون آدمی که تو شرکت آب هست، اونی که تو شرکت نمیدونم شاپرک هست، اونی که تو بانک مرکزی هست، میتونه اگه من 100 تا سرورشو میتونم ببینم، اون میتونه 1000 تاشو ببینه، اون میتونه جدیدترین سروری که میاد تو شبکه رو ببینه. یعنی یه دونه رول ساده اینا اگه بذارن به راحتی میتونن اینا رو تشخیص بدن. دارید میبینید دیگه، چون ریکوئستا رو اینا پراکسی میکنن از سرور خودشون، تعداد زیادی ریکوئست از یه دونه سرور میاد و شما به راحتی میتونید سرور رو تشخیص بدی و جلوشو بگیری. ولی نمیگیرن. جلوشو نمیگیرن. اینجا هم دادستانی رفت اون ای پی رو توقیف کرد سایتش رو و این اخطار رو توش گذاشت، به دستور مقام محترم قضایی درگاه ای پی مرسل دستور قماشه دستور خارج. دستشون در نکنه که رفتن این کار کردن، ولی موضوع اینه که خب بعدش چی؟ شما تا شرکت پرداختی داری که این شرکت پرداخت اینقدر بیمسئولیته، آقای محمدرضا اسکندری اون هنوز به تریج قواش بر نخورده، تا ایشون یه فضای امنی داره برای پرداخت و روزانه از همه این پولا سود میگیره میذاره جیبش، چجوری شما میخواید جلو آقای اسکندریون بگیرن؟ دوستی میگفتش که اینا توی درآمد دارن از فلان، اونی که داریم این مشکلاتی که ما داریم از داخل، همش داخله، اصلا شما خارج از مرزها نرو. وقتی یه کشور شبکه مالیش اینقدر توش پولشویی وجود داره، ایراد از محمد رضا اسکندریونه، حالا ایشون که جدید مدیر عامل شده، ولی میخوام ایراد از ایناست. اگر شما به آب فشار بیاری، آب میگه گیرش کجاست. آب اگر بخواد جلوی پول سیاه رو بگیره به راحتی میتونه این کارو بکنه. شما این حرفا رو به من نزنید. ما داریم در سال 2020 زندگی میکنیم. 2020 هم تمام شد، رفتیم وارد 2021 شدیم. توی یه همچین زمانی دیگه پیدا کردن 4 تا تراکنش غیر قانونی از یه دونه سرور پراکسی اصلا شوخیه. من میگم با چشم غیر مسلح دارم از آمریکا اینا رو میبینم، شما چطوری تو ایران اینا رو نمیبینید؟ خب من ایرادشو به شرکت آب نمیگیرم، اما من ایرادشو به بانک مرکزی میگیرم، به شبکه میگیرم که داره رو آب نظارت میکنه. وگرنه اینا یه مش کاسبن. آب کاسبه. الان میخواد بدونید کاسبن یا نه؟ بریم با هم ببینیم اینا کاسبن یا نه. میخوام بگم اینا بانکی نیستن، اینا کاسبن. شرکت همین شرکت آب رو که حالا من به خدا وقت نمیکنم، یعنی اینقدر اینا شرکت گسترده و تو در توین که پید تحلیل این شرکت ها کار یه ملت، کار یه تیمه، به خدا قسم من وقت نمی کنم. و یعنی شما همین اطلاعات روزنامه رسمی رو بذار جلوت، ببین از تو چه چیزایی میتونی در بیاری که بفهمی تو شرکت پرداختت داره چه اتفاقی میفته تو اون کشور. الان این شرکت پرداخته، خب آسان پرداخت پرشین، همین آبه، همینی که هر پولی براش پوله، همینی که براش اصلا مهم نیست. نه فقط این یه دونه اینجوری باشه، عرض کردم خدمتتون تمام شبکه پرداخت ما اینه. اون تاریخی که من گفتم همه اینا درگاه مستقیم بانکی دارن، مگه شاپرک اینا رو قبلش نمیدید؟ چرا شاپرک چیزی نمیدید؟ همین آقای محسن قادری که امروز شده قهرمان قهرمانان، نمیدونم نمادش پرداخت در کشور، مگه قبلا اینا رو نمیدید؟ ما امروز فوشش رو به میلاد حاتمی میدیم که داره دختره مملکت رو لخت میکنه، تشویقشون میکنه لخت براش ویدیو بفرستن، ولی فوش در حقیقت شما باید فوشو به اینا بدی، فوشو به شرکت پرداخت کشورت باید بدی، اونی که رگ نداره تو بانک مرکزیه. وگرنه میلاد حاتمی حالا یه انگلیه که امروز هست، فردی یکی دیگه میاد جاش. الان اینجا ببینید آقای حامد منصوری، اینا دو فرد اصلی توشون هست، حامد منصوری و آقای شهیدی، مهدی شهیدی،
که هر دوتاشون هم الان خارج از کشورن، یعنی الان هر دوتاشون بالای 4-5 ماهه که اصلا ایران نیستن. اینش مهم نیست برای منو. اینی هم که اینا پول در میارن، نوش جونشون که در میارن، ولی موضوع اینه که پول سیاه در میارن یا پول سفید در میارن. آیا بابت پول سیاهی که تو مجموعهشون میاد مسئولن یا نیستن؟ ببینید دوستان، ما در مورد کشور اسلامی داریم صحبت میکنیم. یعنی اصلا شما ببینید در حالت عادی شما در یک کشور اروپایی بر اساس پول سیاهی که وارد مجموعت میشه موقعی که تو یه شرکت پرداخت میشی مسئولی که پول سیاه وارد شرکت نشه، مسئولی خودت مسئولی. حالا یه سری رگولاتوری هم بالا دستت هست که اونا بهت میگه که چیکار کنی، ولی اگر بیاد جریمه میشی و اون پولا رو باید برگردی. خب حالا شما فرض کن که ما همه اونا رو داریم، رفتیم گفتیم آقا ما شیعه علی هم هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما از برترین هاییم. پس ما کارمون سخت‌تر شد دیگه. ما که کار خودمون رو راحت‌تر نکردیم که ته اسلامی گذاشتیم که کشورمون که. من موافقش نیستم ها. ولی میخوام بهتون بگم که موقعی که تو خودتون به اسلامی معرفی میکنی کار خودتو سخت میکنی. مثل اون یکی باید بیا من باباتم. خب کار خودتو سخت کردی. تو مسئولیت داری حال به عنوان بابا. این شرکت دیگه چیکار کرده؟ مثلا آقای مهدی شهیدی رو ببینیم. به عنوان فرد اصلی این شرکت 13 تا شرکت دیگه داره که تو این شرکت ها از کبابخانه قصاب داره تا خدمات واردات صادرات. خب معلومه که این آدم وقت نمیکنه که پول سیاه رو جمع کنه، که معلومه که این آدم انرژی نمیذاره رو شبکه پرداخت. یه آدم مگه چقدر توانایی داره که 13 تو 13 تا شرکتیشون هست، همشون هم یه دونه کباب خونه و نمیدونم رستوران و فلان هم دارن. من نمیدونم این دیگه چه دردیه تو اون کشور. یعنی هر کس که یه بیزنسی یه ذره پول دستش میاد یه کبابی میزنه برای ما، خانه کباب قصاب. خب ایشون وقت نمیکنه که اون سرورها رو پیدا کنه جلوی فرش نمیشه آقا رو بگیره، ولی وقت میکنه کبابی بزنه. ما با کبابی زدنش مشکل نداریم. ما نوش جونش که پول در میاره، نوش جونش که کبابی داره، ده تا داشته باش. موضوع اینه که پول ملت داره میراد، سیاهش هم میاد، خوبش هم میاد و هیچ نظارتی هم روش نیست. هیچ کس نیست که خیر این آقا رو بچسبه بگه آقا یا کار مالی میتونی بکنی یا نمیتونی بکنی. اصلا حالت دیگه ای ما نداریم که اگر پول سیاهو نمیتونی جمعش کنی از وارد شبکه پرداخت نشو. ولی ذات شبکه پرداخت ما کثیفه، ذات شبکه پرداخت ما اینا حالیش نیست، ذات شبکه بانکی ما اینا حالیش نیست. من توضیح دادم کشوری که هنوز یه دونه اعتبار سنجی نداره یعنی ذات پوله اصلا براش مهم نیست. پس شما اسلامی رو فعلا بذار کنار، ما همون لولای انسانیش هم هنوز نیستیم چه برسه به اسلامیش. یکی از دوستان میگه یکی از گرونترین رستوران هاست. بله خب شعبه فرشتش حداقل من دارم میبینم که حتما رستوران گرون قیمتیه. و جالب اینجاست که ایشون الان کجاست؟ ایشون استانبوله، پیش فرشیده. چه خبر استانبول که همه هم استانبول هم. گویا ایشون الان کار ساختمونی میکنه تو ترکیه. من نمیدونم آخه شبکه پرداخت کشور چه ربطی به کار ساختمانی ساختمانسازی تو ترکیه داره؟ کی اینا رو باید نگاه کن چه خبره تو اون کشور؟ ملت داریم دارن چیکار میکنن؟ طرف نمیتونه دوتا پرداخت شبکه بانکی قمار رو جلوشو بگیره، ساختمون داره ولی رفته ترکیه ساختمون داره میره. درده دیگه. اینا درداییه که تو تاریخ بعدا خواهند نوشت که یه کشوری بود که شبکه بانکیش یه دونه فایل اکسل بود، فایل اکسل وام کردن، پولای ملت رو میگرفتن یا پولای ملت رو میدادن. این کشور اسمش کشور، یعنی هر چی اینا تحویل گرفتن از زمان شاه همونو دارن روش زندگی میکنن دیگه تکونش ندادن. همون بانک ملی که اینا تحویل گرفتن همونه.